من به صدا و سیما نقد دارم چون اینا میان یک طرفه حرفاشونو میزنن. کجا بنده رو دعوت میکنید گفتگو ویژه خبری؟ آقای نوبخت رو بنشونید جلو من ببینم چه مدیری یا چه برنامه ریزی. 11,000 میلیارد تومان، 10 تا 11,000 میلیارد تومان پول ریختید برای واردات گوشت، ارز 4200 دادید، 0.5% قیمت گوشت آورد پایین. همین اگه تو دولت قبل بود چه جیغای بنفشی که نمیزدید. نه ایشون بیاد تو گفتگو ویژه خبری یه طرف حرفاشو بزنه بره. آقای جاسمی دعوت کرد برنامه شناسنامه از انقلاب و نقشش در انقلاب، گفت من گفتم ای خمینی که میگن همین بوده، اشتباهی با ما گفتن، خالی بستن، یا اون گفتن یه روحانی بود، یعنی یک نقشی تو بود. بیا بشین یکی مثل من بیاد مؤدبانه بشین، شما مدیریت دانشگاه چی بود، چه کار کردید با کشور، پولای دانشگاه سر از کجاها در آورد، چندین جلد کتاب شد تحقیق و تفحص مجلس از دانشگاه آزاد، چندین جلد کتاب شد. نشسته یه طرفه باید اوف گفت بر چنین صدا و سیمایی. از این طرف داریم ما فوش میخوریم بابت صدا و سیما، درست یا نه؟ داریم فوش میخوریم بابت صدا و سیما. از اون طرف صدا و سیما دست همیناست، خدا گواه دست همیناست، صبح تا شب آنتن صدا و سیما دست همیناست. برنامه حال و خورشید دست کیه؟ آی رشیدپور تو انتخاب سمت کی بود؟ مگه نمیچرخید شهر به شهر میگفت آی روحانی رای بدید؟ کجا سر نتیجه حرف زدن هست؟ اما همین صدا و سیما چی بهش میگن اونوریا؟ این مال خودتونه، رسانه میلیه، کجا دست ما بوده؟ یه برهه‌ای سرافراز اومد بالا، شروع کرد یه سری کارهای درست انجام دادن، اینا رو دونه دونه، آقای بود 20 تا ماشین زیر پاش بود توی صدا و سیما، اینا رد کرد رفت، حقوقای آنچنانی میگرفتن، اینا رد کرد رفت، 18 ماه بیشتر دوام نیاورد سرافراز، بلایی سرش آوردن، از بالا و پایین زدنش. آقای پور محمدی قشنگ گفت تودی و معرفه سرافراز و علی عسکری چی گفت؟ گفت فرق آقای سرافراز با علی عسکری این که آقای آشنا از ردیف چند اومده ردیف اول. آقای یاسر جبرئیلی اومد یه مناظره کرد با رئیس روزنامه شرق، راست یا نه؟ برید تو اینترنت ببینید راستی حسینیش، ببینید مناظره چطور بود دیگه. روزی دیدمش میگه که گفتگو ویژه خبری گفتن اینو هرگز دیگه دعوتش نکنید. چرا؟ نوویان از نمایندهای قبل سابق دور قبل مجلس میگفت پرسیدم اگه از این مسئول صدا و سیما چرا اینجوری میکنید، گفته بابا حقوقمون دست دولته، حقوق کارمندا رو کی بده؟ بازنشست و شاغل نزدیک به 50,000 تا کارمند داره صدا و سیما، مثل دختر حاکمیت، دختر حاکمیت که زن دولت شده، نونش دست اوه، نفقش دست اوه. دوتا انتقاد کن اما خودشون اجازه دارن هرچی خواستن بگن.